درود و عرض احترام دارم حضور شما ای بدی عزیزان نازنینی که در قسمت گوینده حضور دارن یاران محترمی که در قسمت شنونده حضور دارن و عزیزانی که بعدا مورد رو بروی به روی چشم آقای بدی من چون دو سه دقیقه اول حضور نداشتم نمیدونم مطمئنم البته به این مسئله اشاره شد ولی مایلم کوتاه پیش اشاره بکنم در رابطه با وضعیتی که توی اروپا و آلمان و اینها در رابطه با تروریست اعلام شدن سپاه گذشته این رو بگم که به حال حزب کارگر این رو علی این اینکه همیشه حزب کارگر انگلیس کم و بیش طرفدار مذاکره و پیشبرد سیاستهاشون از طریق دیپلماسی بوده اما قبل از انتخاب شدن و حساب قبل از آوردن رای در گفتگوهای اعلام کرده بودن که قطعا برای تروریست اعلام کردن سپاه اقدام خواهند کرد از این طرف در خود آلمان دوباره این پروسه به مرحله اجرایی رسیده اینطور که از شواهد برمیاد و در گزارشات روزنامه ها هم هست چون قبلا هم جوزف پر اشاره کرد بود که هرچند بی پای و اساس بود چون موارد بسیار زیادی داریم که باید حکم یک دادگاه باشه یک دادگاه جزایی یا حقوقی باید باشه تا بشه این پروسه پیش بود به هر سر مسئله اون شخصی که سر نخ یک حمله تروریستی به کنیسه یهودی در دوسلدورف آلمان بود شخصی به نام بابک جلیلی که عضو سپاه بود در اون رابطه و اون پرونده بازه دولت آلمان بر پایه همون درخواست تروریست اعلام کردن سپاه رو کرده این پروسه نازم به توجهه که تو خود آلمان ما در اطلافی که در حال حاضر وجود داره اطلاف سبس ها لیبرال های آزاد زرد ها هستند و اسپیده یا سوسیال دموکرات ها اینها با هم دیگه دولت رو تشکیل میدن صدر اعظم رو تعیین میکنن اکثریت پارلمان رو دارن رهبران دو حزب سبز و حزب لیبرال آزاد ایرانی هستن و یک آقای امید نوری که حساب دبیرکل کل حزب سبز ها هستش و آقای بیژن جیر سرایی که دبیر حزب دموکرات آزاد هستش و اینا پیگیر این مسئله هستن به خصوص آقای نوریپور و خب وزیر امور خارجه خانم بربو که اونم از حزب سبز هستش قبلا هم اعلام کرده بود که به حال سیاست خارجیش مایل سیاست فمینیستی باشه و روی این مسائل هم و یه مقدار هم خودش هم توی جایگاه بساب نظامی تمایلات نظامی داره به هر رو اینطور که برمیاد درخواست اثرگیری این روند در اتحادی اروپا هم مطرح شده یعنی این در جریان سوئد از اون طرف و طبعا ما توی چند هفته آینده چند ماه آینده اخبار تازهی در این رابطه خواهیم شنید معمولیت آقای جاوید رحمان در حال پایان در نشستی که در تورنتو داشته باز دوباره گزارش کامل این چند سال رو داده و مثل همیشه البته آقای جاوید رحمان واقعا از تمام این این گزارش کرده کسی بود که از همون ابتدا بساط، گزارش های کامل تر و جامعه تری داشت در رابطه با ترور ها نمیدونم زندانی های بی در رابطه با فشار های جانبی تقریبا میشه گفت همه مسئله فقط نه قتل 67 حتی مثلا مسئله هواپیمای اوکراینی همه و همه رو در حقیقت طی گزارشاتش اعلام کرد و جز تحقیقاتش بود که میشه گفت کارنامه کاملا مثبتی داشتن آقای جاوید احمد